الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم حضار گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد در این روز مبارک و خجسته جمعه باز در خانه پروردگار در خانه خدا مسجد حمد و ثنای پروردگار را ادا میکنم که ما و شما را توفیق فرمود عطا نمود که به خاطر ادای نماز جمعه حاضر شویم و بیاییم در این اشتراک نماییم فریضه ادا نماییم. حصه از کلام الله مجید که حضور شما تلاوت کردم سوره بسیار کوچک و خرد قرآن کریم است از لحاظ کلمات و الفاظ و آیات ها، ولی از لحاظ مفاهیم و معانی بزرگترین سوره است. امام شافعی رحمت الله علیه می گوید که اگر از جمله قرآن کریم صرف امی سوره نازل می شود به خاطر راهنمایی یک انسان مسلمان کافی بود. سوره شروع می شود پروردگار قسم یاد می کند به عصر و العصر، قسم به زمانه یا قسم به وقت دیگر، اهمیت وقت را نشان می دهد. ما و شما غیر از اسما و صفات پروردگار به دیگه چیز قسم خورده نمیتانیم، شرعا ممنوع است. کسی که بدون اسم و صفات پروردگار قسم یاد کند به شرک نزدیک می شود. در احادیث می گوید فقط اشرک. برای ما و شما جایز نیست قسم هایی که ما و شما یاد میکنون کلش ناروا هستند، که قسم به سر پدر و مادر و قسم به سر فرزندم، قسم به آسمان و زمین و فلان و فلان. ولی پروردگار او کل مختار هستند، اختیار دارد به هر چیزی که بخواهد قسم یاد میکنند. ولی اکثر اوقات به یک چیز مهم و با اهمیت که برای ما انسان ها دارای اهمیت باشد با او قسم یاد می کند. زمانه و وقت بسیار مهم است. کسی می گوید که وقت طلا است. وقت طلا نیست. هر چقدر طلا مصرف کنیم وقت را گرفته نمی تانیم. کل دنیا طلا شو و او را مصرف کنیم یک دقیقه وقت هم گرفته نمیتونیم. این وقت از ما و شما میرود. اگر از وقت استفاده درست و صحیح نکردیم بالای ما ندامت و پشیمانی میباشد در روز قیامت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرماید که از وقت پرسان میشه، از عمر انسان پرسان میشود که در چی مصرف کردی. ما و شما خود متاسفانه که اوقات ما بسیار زیاد ضایع می شود. خداوند متعال با ما و شما
خصوصا به مسلمان ها و خصوصا به مردم افغانستان زیاد وقت داده. شما که مردمایی که از غرب میایه، از شرق میایه، از خارج میایه، از اونا پرسان کنی که امی 5 دقیقه وقت چقدر خوب هستن که شما داری، هیچ فرصت برش میسر نمیشه و شب و روز در پیدا کردن مال و دارایی در غم ازی هستن. ما و شما خب بسیار زیاد وقتا خداوند برای ما داده و بسیار زیاد ضایع میکنیم. و همچنان قسم به وقت دیگر که اعمال انسان ها به طرف پروردگار بالا می شود، پروردگار به زمانه قسم یاد می کند، بعد از او یک مسئله مهم را یادآوری می کند: ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در زیان و تاوان هستند. هر انسان در تاوان هستند، در زیان هستند، نقص میکنه، در نقص و روان هستند. یک 4 چیز را استثناء میکند پروردگار: الا الذين امنوا، مگر او کسایی که ایمان آورده، ایمان داره. لله الحمد، ما و شما مفت در امی قطار شامل هستیم. خداوند متعال ایمان را به ما و شما مفت ارزانی فرموده. از همین خاطر ما و شما در برابر ایمان خود، الله متعال عفو کنه، بسیار بی‌پروا هستیم، غافل هستیم، بی‌تفاوت هستیم. یک چیزی که انسان با پول خود، با جهد و با زحمت و سعی و تلاش خود کسب کند، اهمیت از او برش معلوم می شود. یک چیزی که مفت به انسان به دست بیاید، اهمیت از او را آنقدر نمی فهمد. صحابه کرام چقدر متوجه ایمان خود بودند. ما و شما هم روزی که یک چیزی در جیب ما باشد، تنخواه گرفته می باشیم، یک پول از یک جا به دست آوریم در جیب ما باشد، در امون روز ناوخت نمیریم به خانه، در دشت و صحرا نمیریم، پرسان میکنیم که در امی روزا دامی را دزد و رهزن است یا نیستن، یا را امن هستن، به خاطر که یک چیزی داریم. اما روزی که چیزی نداشته باشیم بیغم میره، میگیم اقلا یک موبایل خراب هم نداریم. اگرچه دزدهای امروز خو همی دست خالی هم باشی، جیبید که خالی هم باشه، یک چند سیلی میزنید، میگه چرا پول نمیگردانی؟ به خاطر از این که ای پول برای ما ارزش داره، در غم نگاهت کردن از او استیم. اگر ایمان همه قسم با ما و شما ارزش داشته باشد، باز ای بی‌پروایی هایی که ما میکنیم با زندگی خود، ای بی‌پروایی، ای غفلت نمی کردیم و نمی کنیم. اصلا برای ما ای ایمان، الله رحم کنه، سرمایه و یک چیز دارایی معلوم نمی شود. بی‌پروا می گردیم. میگیم وی که برید بگوید که ایمان شیطان نبره از پیشت. میگه چطور میبره؟ او فکر میکنه که مال هستند در جیب ما، نگاه کردیم. وقت ایمان از پیشش برده میباشه و او شیطان دیگم فریب میده که نه سر تو غرض نداریم. آنه نه ایمان کسی، هیچ کس غرض داره. اما شیطان او را فریب میده، امیره در زبانش، در دانش میاندازه که ایمان کسی از کسی برده نمیتاند. وی ایمان خوی طور مفت نیستن، وی اسلام خوی قدر دایره ایش قدر تنگ نیستن. برادرها صحیحن، اسلام وسیع هستن، به یک چیزی خورد آدم کافر نمی شود، به گناه کلانم کافر نمی شود. خوی طور چیزهای هستن، گناه های هست که به گناه بسیار خورد و ریزه انسان کافر می شود، از ایمان خلاص می شود. ما و شما باید ایمان را من حیث سرمایه فکر کنیم و سرمایه هستند و به خاطر حفظ از او، نگهداری از او متوجه باشیم. عمر رضی الله عنه از عبی ابن کعب سای پرسان کردن، گفت که تقوا چی را گفته میشه؟ گفت که تقوا پرسان میکنی؟ گفت شما در یک راهی که
اما در اطراف خارا می باشد یک طرف و دیگر طرف، اما را هم خار افتیدگی می باشد، جنگلا می باشد. میگه این طور یک راهی رفته ای که او خار داشته می باشد، یک طرف هم خار باشد، دیگر طرف هم جنگل باشد، زیر پایت هم خار باشد. کدام وقت برابر شده و مردم مدینه منوره خو خرماها و باغها و چیزها داشتن، همطور راه ها میگه زیاد پیش شده که ایده ای تو راه رفتیم. میگه چطور رفته ای، چی کرده ای؟ برش گفت که شمرتو و اجتهدتو. عمر صاحب گفت که شمرتو و اجتهدتو، دستای خود کالای خود بر زدگی و خوب جمع کدگی، به احتیاط احتیاط می روان. تشمیری را میگه که آدم دستای خودم چی کند، پای چیزی یا چپن خود و کالای خود کلیشان جمع کرده در یک راه به احتیاط می روان، بعد از او به پایش هم که در پایش خار نخلد. میگه این طور رفتیم. او بیسه برش گفت که امی تقوی هستن که انسان در زندگی امین قسم محتاط حرکت کنه، زبانش هم محتاطانه حرکت کنه، گپا و سخنای خودم فکر کرده و محتاطانه صحبت کند، با دستای خود هم که به کسی ضرر نرسانه احتیاط میکند، با پاهایشان هم احتیاط میکنه، با کلش جوارحشان حتی با قلب خود محتاط میباشد که در قلب ما خو با کسی کینه و دشمنی و بغض و حسد و حقد نیست. انسان اگر این قسم زندگی بکنه که از دست ما با کسی ضرر خونه میرسه، تقوا اینمی چیز است. اگر انسان میخواه که تقوادار باشه و خود را نگاه کند، امی قسم محتاطانه در زندگی حرکت کند، با پدر خود، با مادر خود، با اولاد خود، با فرزند خود، با زن خود، با زیر دستای خود، با کلانای خود رعیت باشه، با حکمت خود، حکمت باشه با رعیت خود، همه قسم محتاطانه حرکت بکند، ایره تقوا گفته می شود. و ما باید اگر می خواهیم که ایمان ما حفظ شود، همه قسم محتاط باشیم در زندگی. اگر دکاندار باشیم در دکان و در خرید و فروش باید محتاط باشیم، کسی را دوکه و بازی ندیم، یک مال کچه و یک مال کمسل به نام اصل و به نام یک خارجی ندهیم. باور بکنید که معاملات ما و شما آنقدر خراب است یا ما بسیار بدگمان هستم، شما شاید خوب باشید. ما خوب باور بکنید که از امی کوچه می برایم در اینمی منڈی به اصطلاح داخل می شوم یا در جای داخل می شوم که سودا می خرم، در این تشویش باشم که با آبرو پس از امی بازار برایم یک چیز بخرم و اما دکاندارم از ما و شما امی قسم به تکلیف هستن، او با ما دوست هستن چطور از جیبش چیزی بکشیم و ما با او دیگر، نه با او آبرو میماند دم بازار که صبح تا دیگر میباشه خسته و مانده و پریشان، و کسی که مشتری هستند که او به بازار میره و با او هم آبرو نمیماند. این تعامل ما خب بسیار آسان است. حفظ ایمان صرف به نماز آمدن و به روزه گرفتن و به حج رفتن و این نیست، همی چیزهای مهم و کلان و بزرگی عبادات دین هستن، ولی تعامل با انسان ها، روش با انسان ها، معامله با انسان ها از ما و شما، تقاضای ایمان ما و شما باید امی باشه که ما و شما به کسی ضرر نرسانیم. در ادارات دولتی ما و شما، مامور صاحبای ما که می رود که در چند تایش یکیش میایه که همه وظیفه خود صحیح انجام داده باشد، ما میگیم که بسیار برادر هستن از وطن دوستی، از محبت با وطن، محبت با قوم خود صحبت میکنه و گپ میزنه، شعار میدهد. ما گاه گاه میگیم که باور بکنی همی قریه والایت پیشت میایه، همو هم زبانت هم کشتان
به جیبش دست چشم گرفته می باشه تو را جیبش از به خاطر که کارش اجرا کنم یک چند پیسه از پیشش بگیریم. این وطن دوستی است. وطن دوستی محبت با وطن خوچی نیست. همی شهر ما و شما در همی روزها همی چی حال است؟ رئیس جمهور به این مجبور شدن که فرمان صادر کنه که به اصطلاح هم آپارتمان ها و بلاک ها و چیزا دود خود کنترل کنه. به اصطلاح جدید دود خود مدیریت کنه. باور بکنید ده دقیقه ما در یک چارایی پانتون سلام برآمدم، در یک چارایی استاد بودم تا خانه که آمدم تمام شوی تور بودم. ما گفتم که در گلون ما همون تو رسبان هستن بالا و پایین کسی میزنن، این طور دود بود. اما احساسی هر کس کار خود میکنه احساسی دیگه همشهرهای خود نداره که این هم چی هست یا نیست، یا با ایمان چیزی ارتباط داره یا نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می فرماید که ایمان 70 شعبه داره. بزرگترینش لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، و اما کوچکترینش چیزهای موذی و ضرری از راه دور کردن و پس کردن. شعبه ایمان است، راه را صفا کردن شعبه ایمان هستند، مسئله خرد نیستند. یک خس و خاشاک، یک پوست، یک چیزی میوه از راه دور کردن ای از جمله ایمان هستن. وقتی که از شعبه ایمان باشه کسی که دمی سرک کدامی راه پوستای کله و دیگه و دیگه میندازه، خس و خاشاک خانه خود به جا میندازه، او که ایمان هستن خویی خوب ایمانی شد. باز چی رسد که ناوه ما، آب ما، کلکین ما به طرف دیگه باشه، دیگر ضرر میرسانه. باز ما میگوییم که امی اسلام، ما مسلمان هستیم از این خاطر پس مانده ایم. یک نفر گفت که یک انگریز با ما آمد در امی وقتا، میگه برای ما گفتن که ما اروپایی ها بسیار پسمان بودیم، پسمانده بودیم، زندگی خراب داشتیم، اما متوجه شدیم که چی علت است. آخر گفتم که همی روی به همی علم و به چی بیاریم و با ملا و با پاپ و با کلیسا رابطه خود قطع کنیم، همی دین را جواب بدهیم از زندگی خود، در همی کلیسا بندش کنیم، محاصره اش کنیم. میگه همی کار که کردیم ما ترقی کردیم. امروز میبینی که از ترقی ما شما هم از صنایع ما، از تولیدات ما شما استفاده میکنی، ما پیشرفته شدیم. شما هم همی دینتان بگذاری در همی مسجد و همی زندگیتان جور کنی، زندگیتان. او گفت که ما برش گفتم که تو به اصطلاح کچ فهمیده ای. امی دین شما در اروپا به نام عیسویت کی بود، او در حقیقت تحریف شده امو دین نبود، چیز خرافات بود، چیز بدعات بود که ملاهایتان، پاپهایتان، قسیسهایتان از خود جور کرده بودن. نه در او ترقی دنیا بود، نه از دین بود، شما پسمان بودی. بعد از این او را جواب دادی، بدی به دنیا رو آوردی، دنیایتان پیشرفته شدن، ولی شما اسلام را به عیسویت منحرف قیاس نکنی. ما یک دینی داریم که دین ترقی است، دین پیشرفت است، دین تمدن است، دین تهذیب است، دین اخلاق است، دین معامله و روش هستند. ما از این خاطر پس نمانده ایم که ما مسلمان هستیم. ما پسمانی ما عزیز که ما صحیح مسلمان نیستیم. با کجای اسلام ما عمل کرده ایم؟ کدام یکی ما صحیح به اسلام عمل کردیم؟ روش کردار ما آیا در فامیل و در خانه با کجای اسلام میمانه؟ روش و کردار ما و شما با پدر و مادر با کجا با اسلام میمانه؟ با پدر و مادر با تنگ هستیم. امروز حج اوقاف
ورق دادن که راجع به والدین، به حقوق والدین گپ زده شود. ما به تهیه بودیم، ما یک مضمون نوشته کرده بودیم که پدر و مادر تقاعد شده و فرزندان عاق شده، به پشتو نوشته کرده بودم، در اصلاح آنلاین نشر شده. در اوج امی حالت پدرها را به تصویر کشیده بودم، از امی محیط خود که جوانای ما، دخترای ما، فرزندای ما با پدر و مادر چی معامله میکنند. او تقاعد هستند، خب اونا خود تقاعد نمیدانند، اونا هم یک چیزی دارن که ما خود همی خانه بودم، در همی جا شما را خود کلان کردیم، به اولاد خود میگه آلی با ما یک مشورم نمی کنی، یک سلام نمی کنی، یک سلام هم نمی دی، صبح که می برای کجا میرم و شب که میایی چی کردم چی، هیچ یک مشورم نمی کنی، او هم گیل من می باشد، خسته می باشد. و فرزندا می گوید که شما خود سال خورده هستی، آلی ذهنتان کار نمی کنه، سابقم چندیان چیزی نبوده، به سواد و فلان هستی. ما خو پانتون خواندیم، ما خو رویش یاد گرفتیم، ما خو کردار یاد گرفتیم، ما خو نمیفهمم که مترقی هستیم، دموکراسی دیدیم، پلان دیدیم، فلان بسمدان دیدیم. آلی با ما غرض نداشته باشه، هر کس با کار خود خوب میفهمه، در حالی که اینطور نیست. ما گاگا میگم امی جوانا را میگم که پانتونای کل دنیا را بخوانی، روش خانه و تعامل خانه با قریه، با اقاره، با همسایه، با بازار و با مردم خود، این روش ده هیچ پانتون یاد نمی شود. این ده همو پانتون خود محله و خانه و فامیل و همی گذر یاد می شود. شما اینطور نگویی که همی پدرهای ما نمی فهم، بسیار چیزها می فهمه، خصوصا همی جوانا که عروسی می کنه با پدر و مادرش حق نمیدهد که بر از او زن خوش کنه. میگه ای چی میفهمه، ای خود نمیفهمه. حتی آگاهی پدر خودم میگه اگر تو زن خوب گرفته میتونی میفهمید با خود زن خوب میگرفت. بازی بعد از اینکه زن گرفت، با امو اختیار خود، با امو انتخاب خود، امو چیزی که با خود دارد اکلیش که اصلا که زن خوب چی رقم میباشه، بعد از اینکه میگیری یا یک دختر با یک بچه، یا در راه، یا در سرک، یا در فیسبوک عروسی میکند، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، بعد از 3 ماه، بعد از او ما و شما حالاتش رو میبینیم. در ادارات دولتی که شما ببری که لاین استاده هستن، عریضا به دستش، طلاق میخواهند. مطلبی هستن که روش ما با پدر و مادرم درست اسلامی نیست، الا ماشاءالله کسایی که روشش درست باشه خداوند متعال در او برکت بیاندازه، خدا انوز توفیق بدهد و امی قسم بکار هستند که روش درست با پدر و مادر بکنه، حقوق از او را ادا کنیم و پدر و مادرم با فرزندای خود یک چیزی حق بدهد، قطعش مشوره بکنه و توصیه بکنه، یک روش درست که امی معامله ما و شما به غرب نرسد که پدرهایشان در اموچی شاروالی می باشد، بعد از اینکه وفات می شود حکومت برش تلفن میکنه که بیای، پدر و مادرش که لغت میزنه جان کدنش میباشه، همونجا چند دقیقه برش استاد میشود و یا کدام عشقه اگه میریزه یا نمیریزه و بس میره و بعد از او با شاروالی او را دفن میکنه. حالی وقت به این نرسد. اسلام یک دین عزیز است، ما و شما را عزت میدهد. دین تنها دین آخرت نیستن، کار دین دنیا هستند، در دنیا تطبیق می شود و ثوابش خدا در آخرت می دهد. دیگه ما و شما به ایمان خود متوجه باشیم، ایمان مفت نگهداری نمی شود، ایمان به تقوا و به احتیاط نگهداری می شود. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح مطابق تقاضا و خواست ایمان باید انسان عمل بکند، این عمل صالح است. شریعت گفته باشه، نیت انسان خالص باشه و به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. هزار رکعت نماز میج بخوانی به طریقه رسول الله نباشه، به اصطلاح یک قران ارزش نداره پیش خداوند متعال. هر چقدر عبادت های زیاد، الله متعال احسن عبادت و صالح عمل از ما و شما خواسته، اکثر نگفته، زیاد نگفته.
اگر کسی به طریقه درست کارها و اعمال صالحه زیاد میکنه خب هنوز خوب هستن. خب این شرط هستن که عمل صالح باید بکن. این کل گپ ها که معامله ما درست باشه، روش ما، کردار ما، با کلانا احترام کنیم، با خردات شفقت داشته باشیم، کلش در عمل صالح میایه. معامله ما درست باشه، از کسی که قرض میخواست برش قرض بتیم، و اگر از کسی قرضدار باشیم با او یک معامله درست بکنیم که برادر نداریم، سبا میتیم، دیگه سبا میتیم، پیدا میکنیم، برای ما یک مهلت بده. یه طور نباشه که همی قرض گری بعد از او باز پشت راه خود میره و پروایش هم نداره، یک چند دوام میزنه. او روز برای ما یک کسی تلفن کرده، به سر بالای کسی یک 300 یا چقدر دلار قرض بود، ای برش تلفن میکنه که قرض خودم میخواه، او برش در تلفن دو میزنه، تو کی هستی، تو چطور هستی، فلان هست، او یه حالی پیسه پیدا کرده، حالی فلان شده فلان. ای روش ماست، ای کردار ماست در معاملات. برادر ای چیزایی هستن که شما از ما اضافه تر میفهمی. کسایی که در معاملات، در دفتر، در بازار زیاد میگرده، او زیاد با اینطور معاملات چی میشود. و تواصوا بالحق، و توصیه میکنه به حق. چیزی که حق باشه، کدام راهی که درست و صحیح باشه، هر جایی که خرابی میبینن توصیه درست میکنن، بی تفاوت نمی باشد. امی امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینمی توصیه هستن. متاسفانه در روزهای اولی که حکومت آمده بودن، امریکای آمده بودن، در موتر سوار بودم، کسی را گفتم که برادر امی، دریور را گفتم که برادر امی ساز تا کمک پخش کنه یا گل کنه، میگه باز طالب آمده. و برادر به خاطر مجاهد، به خاطر طالب، به خاطر یک کسی دیگه، به خاطر ما یا به خاطر فلان که غلطی و سهو و اشتباه کرده باشد، دین خود دین هستن، اصول است، ثوابت هستن. هر گپی را مردم را زیر تاثیر می آوردن که برش بگویی که تو گپ طالبانی است، گپ طالبی است، آلی از دین چیزی نگویه. استازگران خداوند متعال مغفرت کند و تعلیمات اسلامی رئیس شده بود، ما رفتم، ما گفتم که خدا برای تاجر بده که شما چی شده ای؟ در محاذ ملی بود، ما گفتم محاذ ملی در حکومت خوب هستن، یک چیزی داره، شما که رئیس شدی خوب هستین که از مقام ملا و طالب کمک دفاع بکنی، نه طالب امو که خرابی کرده، هم طالب، ملا، عالم، دین، ای خود چیزایی با اصطلاح شاعر ما و شما هستن. طالب کی را گفتم اشا که دین یاد داره، ما که با طالب مخالفت کنیم معنایش ایستن که ما با دین مخالفت میکنیم. او تحریک طالب ها را نمیگیم، اما در همین مساجدتان، در مکاتب، در مساجدتان، این میگه طالب هاست، ملا هاست، عالم هست، احترام و وقار و حیثیت از او بجا آوردن بکار است، بخاطر دین. او نیستن که خدا بادار و عقاب بتراش هر چیزی بگوی و هر چیزی، ای به خاطر خدمت ما و شما هستن دیگه. ما و شما باید جرأت بکنیم. امر بالمعروف و نهی عن المنکر الفاظ قرآنی هستن، در قرآن کریم آمده که مسلمان ها و ای امت بهتریش به امیستن که امر بالمعروف و نهی عن المنکر میکنن. اگر ای کار نکنند بعد از او بهتری برش نیستن. و کسی که با ما و شما یک گپ درست و خوب میگوین، هر کسی که باشه با قواره و شکلش نبینیم که کی هستن، با گپش ببینیم که همی گپ خوب برای ما، سلام علیکم، جزاک الله خیر، ببینیم برای ما گپ خوب زدی، سلام، خیر است، انشاءالله عملی میکنیم، او هم خوش میشه، ما و شما هم دیگه. امر بالمعروف و نهی عن المنکر این امیره و تواصوا بالحق میگه، توصیه به حق بکنیم. و تواصوا بالصبر، بعد از او توصیه به صبر. صبر چی را گفته می شود؟ صبر تحمل، بردباری را گفته می شود. چیزی در مشکلات، مصیبت ها باشه، در مشکلات ها باشه، در غم ها باشه، و چیزی هم در طاعت ها باشه. صبر و حوصله و تحمل در عبادت ها
اضافه‌تر مراتب و مقامش بلند است نسبت به صبر در مصیبت. در مصیبت و یک غم که برات رسید صبرم نکنی، خود دور و سیر و چیغ و پق میزنی، فریاد میکنی، بعد از او خود به خود صبرت میآید. صبر این معنا که انسان به دین ثبات و استقامت داشته باشد. علمای کرام میگوید که کرامتی که از ولی صادر میشود ای بهتر از مقام شعالی بلند است و یا استقامت. میگوید که کرامت خو یک چیزی خوبی هستند که الله متعال با یک آدم نیک و کار پیرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، تابعدار دین و شریعت باشه، از او یک چیز خارق العاده ظاهر می شود. این خو یک مقام و یک چیز است. خو گاه گاه می شود که همی کرامت باعث بیراهی ولی شود، ای ولی مغرور شود که نه ما خوی تو آدم هستم به هوا می پرم، بی دیگر ها چی هستن؟ مردم دیگر در نظرش چیزی کم فکر کند، ولی استقامت به دین میگه بهتر است نسبت به ولایت و نسبت به کرامت. استقامت همی معنی که انسان همیشه با دین باشد، در خانه باشد، در فامیل باشد، در دفتر باشد، در دکان باشد، در قلبه باشد، در چوپانی باشد، در هر کاری که باشد، در پیره باشد، در گزمه باشد، ترافیک باشد، همیشه الله به یادش باشه، به خاطر الله کار بکنه که این وظیفه از ما، مسئولیت ما است، امور اجرا میکنه، نماز خود ضایع نمیکنه، روزه خود میگیره، حج خود از سر بالایش فرض شده باشه ادا میکنه، تعامل نیک همیشه با مردم امی در ذهنش باشه. ما مسلمان هستیم و به روش درست و صحیح الله به ما ثواب و اجر میدهد، به ما جنت میدهد، الله رضای خدا نصیب ما میگردانه، شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب ما میشود. از این خاطر ما خوبی میکنیم. یک کسی برای ما بدی کرد، ما نمیکنیم با او، ما نیکی میکنیم، خوبی میکنیم، چشم پوشی میکنیم، اغماز میکنیم. اگر ما این قسم زندگی داشته باشیم، این قسم پیش برویم، زندگی ما خوب میشود. همین عقیده آخرت که ما از آخرت میترسیم که در آخرت است، اوجا پرسان هستند، پرسش است، حساب و کتاب است، میزان است، پل صراط است، امی چیزا را قبر است، عذابهای قبر هستند، در حشر پرسان هستند، ای چیزا را که انسان در ذهن میآورد زندگی انسان خوب میشود. فکر آخرت زندگی انسان را مهذب میسازد، به خاطر ترس از عذابهای پروردگار، از عذابهای سختی روز محشر، از عذابهای قبر انسان خوبی میکند، روش خوب میکند، درست میکند. با کی میکند؟ با برادر خود، با همسایه خود، با انسان ها میکند. این دین، دین انسانیت است، به کل انسان ها، ما به کل انسان ها خیر خواه هستیم. اگر ترامپ بعد ما بیاید به خاطر بد اخلاقیش، به خاطر کفرش، کاش که ترامپ مسلمان میشود. یک آدم با جرأت هستن به اسلام خدمت میکردن، به دین خدمت میکردن، به قوم خود خدمت میکردن. امروز خود کل قوم خود امریکا را با کل دنیا بدبین ساختن. اگر روس بعد ما میای، اگر انگریز بعد ما میای، اگر دیگه بعد ما میای، به خاطر قواره و شکل و صورتش نیست، بلکه به خاطر امو کفرش، به خاطر بد اخلاقیش، به خاطر نفاقش، به خاطر دورنگیش بعد ما میای. عبدالله ابن عباس صاحب میگوید، میگم یهود و نصارا بسیار برادرای خوبتان هستند. میگه چطور؟ میگه در قرآن کریم که آیات های نفاق میآید، آیات های عذاب میآید، باز میگویی که برای یهود است، این برای نصارا است. آیات هایی که بشارت باشه، جنت باشه، میگه این برای ما است. میگه قرآن بسیار عجیب تقسیم میکنی با اونا، عذاب ها را با اونا میتی و ثواب ها را به خود چی میکنی؟ اگر الله به ما ثواب میده، به خاطر ازی ثواب نمیده که ما نام ما فلانی از قوم فلانی و از افغانستان هستیم، بلکه به عمل خود، به ایمان، به رویش، به کردار الله متعال به ما ثواب میده. و همچنان خداوند متعال پروای نه ریش ما افتور داره، نه کلاو سلاو، نه چپن، نه عبا،
اگر به بدکاری از ما و شما سر بزنه خداوند متعال، اما معامله با ما و تو میکنه مثلی که با یهود و نصارا میکنه. او مخلوق پروردگار است، از این خاطر که از پروردگار است، از احکام پروردگار سرکشی میکند، دشمن خداست. روزی که به امروزی که کلمه میگوید که مشرب به اسلام میشود، لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، همه اعمال سابقه بخشیده میشود، پاک و صفا مثل که از مادر بیگناه تولد شده میباشد، همه قسم میباشد. قومیت اسلام این قومیتی نیستن که ما فارسی زبان و دری زبان هستم، پشتون هیچ وقت با ما یک جا شده نمیتونه. این دین یک قومیت داره به نام اسلام. هر کسی که کلمه گفت، هر کسی که داخل همین قومیت اسلام میشود، و هر کسی که در این تقوادار بود، تقوا را زیاد اختیار کرد، به اما اندازه به پروردگار نزدیک میباشد، نزدیک میشود. الله متعال ما و شما را به امون راه برابر کند که پروردگار به خاطر راهنمایی ما امون راه را فرستاده که قرآن است، حدیث پیغمبر و اسلام است، مجموعا دین اسلام است. خداوند متعال ما و شما را صحیح مسلمان بسازد. خداوند متعال در این کشور ما کل ولات امور ما خدا اصلاح بکند. پروردگار رئیس جمهور ما، وزیرای ما، وکیلای ما، کلشان اصلاح بسازه بر رای روا صحیح درست که خدمت این ملت، این مظلوم ملت مظلوم بکنه. خدا اینطور توفیق بدهد. به خاطر از اینکه اونا اگر بیرا باشد، ضررش به کی میرسه؟ به ما میرسه، به تو میرسه. ما به تکلیف هستیم، تو به تکلیف هستیم. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه که خلیفه شد میگه گریه میکرد. یک کسی برش آمد که چرا گریه میکنی؟ میگه این وظیفه و مسئولیت بسیار گرنگ است. برش گفت که آیا با درهم و دینار محبت داری؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت که نه. گفت که غم مخور، خداوند متعال در این کار حکمت و حکمتداری با شما کمک و استعانت میکنه، کمک میکنه، خدا معاونت میکنه با تو. ولات امور ما هم به امی قسم، امی وظیفه ریاست جمهوری، وزارت و وکالت و ریاست و ولایت، اگر من حیث یک مسئولیت بشمارد، خدا امرایش کمک میکند. اگر امی قسم نکند، در طول تاریخ خداوند متعال ظالما را نیست و نابود، رسوا و شرمنده ساخته. گفت مثل که خدا با یهود و نصارا معامله میکند، ما اگر امو اعمال بکنیم با ما نمیکند. اگر خداوند متعال عمرای سابقه را که با قومای خود، با ملتهای خود رویش درست نکرده، اونا را خداوند متعال رسوا و ذلیل ساخته، ولات امور ما این ضمانت خط از کجا کرده؟ خدا برش گفته که شما را چیزی نمیگه. این مسئولیت، مسئولیت اگر احساس مسئولیت بکند و امی قسم مسئولیت، احساس مسئولیت بکند، مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید، می گوید که هر کسی که رئیس و امیر ده نفر باشد، با پیش پروردگار در روز حشر دست بسته آورده می شود، دستایش بسته می باشد، اگر عادل باشد، اگر ظالم باشد، با پیش پروردگار دست بسته آورده می شود. بعد از او میبینه اعمالش، اگر با قوم خود، با رعیت خود، با ملت خود خوبی کرده، حقوقش ادا کرده، از غمش خبر باشه، از سردی زمستانش، از تابستانش، از دیگهش، امنیتش اگر خبر باشه،
بعد از او اعلام می شود، اما عدلش او را اعلام می کند، و اگر نباشد اما طور دست بسته به جهنم برده می شود. ولات امور ما از کشور ما امی قسم احساس بکنه در برابر این ملت مظلوم و بیچاره، در این ملت در بدر و خاک بسر. یک پیغام از امی مسجد تاریخی میگویم که ما دیگه از جنگ خسته شده ایم. کلتان خسته شده ایم یا تنها ما هستیم؟ نه بچه ما مرده، نه دیگه ضرر باور بکنی به ما رسیده، و در هر جا شب و روز گشتم میتانم، خوب بسیار بتنگ هستم باور بکنی. ضرورت کل فرد فرد کشور ماست، اما یک چیزی که ضرورت مبرم کشور ما و فرد فرد ما باشد، با او چرا توجه صورت نمیگیرد؟ از هر دو جانب مجموعاً ما میگیم به نمایندگی از همه مجموعه، ما از حکمتم خواهش میکنم، از طالبم خواهش میکنم که دیگه صلح بکنی، دیگه جنگ بس هستن. 18 سال 19 سال تیر شد، نه حکمت شکل و رنگ حکمت به خود گرفت، یک قسم حکمت خونه می باشه، پارغندی رفته نمیتانه، تا کوی ساپی رفته نمیتانه. طالب هم میگیم که شما هم 18 سال جنگیدی خو حکمت خو گرفتن نتانستی، ملت چقدر با شما صبر بکند؟ هر دویشان اتحاد و اتفاق بکند، علت بزرگ ازی که خارجی ها هستن برای از اونا جواب بده که دیگه ما برادر وار زندگی میکنیم، از کمک تو توبه. این ضرورت کشور ماست. بعد از این امنیت هم میاد. دمی چند روز در فیسبوک ها شما میبینی در کابل امنیت نیست، این یک شعار گشته. یقینا در امی طرف کمپانی 5-6 نفر که مود اخبارا میاید در امی روزا از بین رفته و ترور شده باید در خیرخانه، در یک جا، در دیگه جا، در دیگه جا، گاهی یا از یک طرف، کسی از دیگه طرف، کسی مجهول، هیچ معلوم نیست. این بی امنیتی، اینجا نفر دزدی شد، ایجا دزدی شد، ایجا موتر ازد، ایجا موتر گریختانده، ایجا از جیب کسی موبایل برده، از کسی پیسه برده، از کسی را زده، کسی را. ای بی امنیتی کلشان. علما و زاهدا دعا میکردن که خداوند متعال حکمت و نظام ما را اصلاح بکند، و خدا ما را اصلاح بکند. اصلاح ما در اصلاح حکمت و نظام مستقیما اثر دارد. اول خداوند متعال ما را اصلاح بسازد، و بعد از او حکمت ما را اصلاح بسازد، بعد از او مخالفین خداوند متعال اصلاح بسازد که به این کشور دلش بسوزد و راه را در پیش بگیرد که آبرو و عزت اسلام و عزت دین و عزت کشور و عزت همی جوانای ما، همی جوانای ما که به مستقبل به آینده امیدوار هستن، اونا را به ناامید نسازم. همین جوانای ما الحمدلله که میبینه که اکثریت جوان هستن، لله الحمد، آدم شکر میکشن. ما 40 سال پیشتر در میشاری نو در یک مسجد بودم، باور بکنی در کل مسجد در 3-4 صف 1-2 جوان پیدا نمیشد، از صبح خوبیخی نمیشد. لله الحمد، آلی در مساجد که بری جوانای ما به دین رو آورده، فهمیده که از این چیزهایی که غرب به ما میاره، شرق به ما میاره، از این چیزها ساخته نمی شود، بلکه دین هستند. تمسک به دین، چنگ زدن به دین ما را عزتمند می سازد. یک عالم، آخرین گپ ما است، یک عالم می گوید که جربتم الشرق والغرب فجرب الاسلام مره واحده. او آدمی بوده، یک خطیب زبردست بود، همیشه میگفت که خداوند متعال روح ما را در حالت قبض کنه که در سجده باشم. آل فیلم از او، ویدیوی از او هستن،
عبدالحمید کشک از مصر است، در حالت سجده او وفات کرد. گپ از او است، او میگوید که جربت و مشرق و الغرب، مصری ها میگوید، میگه شرق و غرب کلش تجربه کردیم، نظام های شرقی و غربی کلش تجربه کردیم، خو ما را خو سعادتمند نساخت، بلکه ما را بدبخت ساخت. خیلی این ما را سعادتمند نساخت، خو یک کاری دیگه بکنیم. فجرب الاسلام مرتن واحد، یک بار خو همی اسلام تجربه کنیم که ما را سعادتمند میسازه یا نمیسازه، همین بار عزت میدهد یا نمیدهد. و این اسلام خود تجربه شده، خلافت راشده، خلافت عمر ابن عبدالعزیز، گپ آخریش که بیاد میایه، بسیار گپای چی هستن. عمر ابن عبدالعزیز به سرمایه‌دارا و به مردم میگو، به زارعین، او مردم غله اضافی که داری، غله و دانه اضافی که داری، بروید همی دشتا و صحراها پاش بدهید تا پرنده ها بخوره، گرسنه نباشد، تا کسی نگوید که در زمان خلافت یک مسلمان مرها و پرنده ها گرسنه بودن. امروز نیم ما گرسنه استیم، هر صبح در امی مسجد ها چی حال می باشد. خداوند سر ما لطف کنه، رحمت غیبی بکنه. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.